هر حال این گفتگو هم انجام شد و اون میثاق نوشته شد و ما آمدیم به خارج. بعد مدتی این آقا آمد پیش من یه صورتی آورد از این سازمان هایی که میخوان عضو اون که گفتم خب اینا که هیچ کدوم اونایی که در تهران قرار بود نیست، گفت حاضر نشدن، اینا حاضر نشد. دیدم این بعضی از این سازمان هم ناشی که خود این سازمان مجاهدین درست کرده بود، مثلا اقامه نمیدونم سازمان چی سازمان چی صورته واقعیت نداره. گفتم نجورم، این شما یه متن می‌نویسی به من میدی، شما مسئولی در برابر من، تا چیزی رو من تصویب نکنم این اعتبار ندارد، ولی این شورایی که شما تشکیل میدی به اتفاق آرم تصویب کرده باشه. اونا نوشت داد به من. خب قرارم همین شد که اگر ایشون یا من از اون سه اسب بیرون رفتیم، این طرف مقابل حق دارد که زبان به انتقاد بگشاید و بگوید که این نسل عقص شد. به این ترتیب بوده که اون شورا به وجود آمد. خب خیلی ممنون آقای دکتر، شما به نکات خوبی از این برگی تاریخی که ما دنبالش هستیم اشاره کردید که در هر صورت مردم بتونن که در هر صورت چگونه هرچند شورای ملی به اصطلاح مقاومتی که الان وجود داره تنها یک همونطور که شما گفتین اون چند جمعیتی که تشکیل داره در واقع یک شکل و فرمی بود از خودمون سازمان و همشون الان هم در واقع هر چند شورای ملی مقاومتی که وجود داره در صورت از نظر ما و اون چی که من فکر میکنم توی اپوزیسیون ایران هیچ جایگاه و ارزش سیاسی نداره، ولی برای بررسی تاریخ، چون که اساسا همونطور که خدمتون ابتدا عرض کردم الان سایت های سازمان مجاهدین که هر کدوم لینکی داره در رابطه با فرضاً شورای ملی مقاومت اساساً میخواد این ابتدای تاریخچه شکل گیری شورای ملی مقاومت و این که شما، من اینجا دارم که شما فرمودید دقیقاً توی کتاب درس تجربه شما هم این مسئله قید شده که میثاق را در ایران نوشتم، قرار شد همه گرایش های سیاسی و با هر گونه طرز فکر می توانند عضو شورای ملی مقاومت بشوند، البته به شرط اینکه وابستگی به خارج نداشته باشند. این میثاق سه اصل را استقلال، آزادی، عدم اجمانی. این بحث، این تاریخچه که مهمه توی شکلی یک جریان بسیار مهمه و این در اون میخواد حذف بشه توی تاریخ. ما بیشتر تلاش رو میکنیم. اتفاقا بر اساس همین نکاتی که شما فرمودید خود مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین در تاریخ 30 تیر ماه 1360 طی یه اطلاعیه اعلام کرد که در واقع این اطلاعیه منتشر شده، بر حسب ابلاغیه 27 تیر ماه رئیس جمهوری مقدمتاً در جهت نجات انقلابیون تشکیل شورای ملی مقاومت برای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را به عرض می‌رساند. در واقع این چیزی که ما اجازه نخواهیم داد در واقع نسل جدید دچار فراموشی بشه و در واقع خیانتی که به استقلال ایران، به آزادی هر شخص و گروهی که شده و همینطورین اعمال هژمونی و در واقع همون تعبیر بسیار بسیار زیبای شما اعتیاد به قدرت، این در واقع استمرار پیدا بکنه یا در واقع جامعه دچار فراموشی بشه. حالا آقای دکتر، سوال بعدیم اینه که شما گفتید از همون ابتدا دچار بی‌اعتمادی بودید نسبت به رهبری سازمان مجاهدین خلق به خاطر اون طرز تفکر ارسطویی که شما افلاطونی که شما خودتون و همونطوری اون ساختار توتالیتری که حاکم بوده. از وقتی که اومدید به خارج ایران، پاریس که اومدین، از چه مقطعی این رگه ها رو دیدید و گفتید دیگه ما مصلحت نیست، حقیقت رو مبنای رابطه ما و شما حقیقت، اون رگه ها کی نمایان شد که شما رو در واقع جدی تر کرد که مسائل رو مطرح کنید؟ و قرار ما این بود که از لحظه اول مبنای رابطه حق و حقیقت باشه نه مثلا. خب
اولین اقدام در ورود به فرانسه این بود که این آقای رجوی گفت به این که جهب خارج کشور و سازمان های سیاسی خواهان برنامه است. و ما باید یک برنامه عملی که بر مبنای اون میثاقم باشه این رو تهیه کنیم. گفتم به او که برنامه رو دولت خب ما هم میخوایم دولت جانشین باشه. گفتم نه نشد. شما تهران قرار بود برای آزادی، قرار نبود اینجا دولت جانشین بشوید. گفت خوش امورید. گفتم من رئیس جمهورم، 4 سال برای 4 سال مردم ایران انتخاب کردم و وسیله تصدی رو رژیم از من گرفته، کودتا کرد. اون وظایفی که میتوانم انجام بدهم نشان دادن، همون روز اولم گفتم در هنگام ورود به فرانسه، معلوم کردن روابط ارگانیک بین خمینیسم و ریگانیسم، اونم دارم عمل میکنم. افشای جنایت ها، خیانت ها، فساد ها، مبارزه با جنگ، اینا کارهاییست که میشود انجام داد و میدهم. تصدی ریاست جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه از من ساقطه، امکانش ندارم. این تمام. خب وقتی اون امکانش ندارم چه برنامه ای رو به جامعه ارائه بدم؟ خب این جای اجرای برنامه ایران و شما چرا رفتی خارج؟ ما برای این آمدیم خارج که بگیم این رژیم زیرازیر یک معامله کرده با ریگان و بوش و این کودتا از نتایج این معامله پنهانی است و بنابر ادامه جنگ دارد و این مطالب استقرار استبداده. خب بعد آقای سلامتیان آمد پیش من، گفتم پیش آقای رجعی بودم، ایشون میگه که چیز آقای بنیسد مثل کوه، هر چی میگی اصلا مثل که داری به کوه میگی، باز میتابانه به خود آدم. شما ببینید ایشون راضی میکنی ما برنامه، گفتم این رو به ایشون بگو که ما قرارداد داریم با هم، من روی حق وای میشم. ایشون هر وقت خواست اون رو نقض بکنه یک بیانیه میده، میگه از بنیسد جدا شد. بالاخره گفتن رفت و آمد و قرار شد که یک برنامه بنویسند عمومی، نه برای یک دولت، بر اساس اون میثاق و بیانیه‌ای که در دوره شاه در وجه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی من انتشار در خارج موضوع بحث قرار داده بودم در شهرهای مختلف اروپا. وقتی هم وارد ایران شدیم در دانشگاه صنعتی به بحث گذاشته بودم، مثلا خلاصه تهیه کنن چیز عمومی.